تظاهرات روز شنبه هزاران نفر از هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که می‌خواهند او 4 سال دیگر در کاخ سفید باقی بماند. این معترضان در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا که پرچم‌های دونالد ترامپ و پلاکارد‌هایی تحت عنوان دزدی را متوقف کنید در دست داشتند، ادعا می‌کنند که در انتخابات تقلب شده و آقای ترامپ برنده واقعی انتخابات است. Today because they need to fix the election. اونا باید انتخابات رو تصحیح کنن. انتخابات باید برای آینده سالم باشه. برای فرزندان و نواهای من. دونالد ترامپ که مانند هوادارانش شکست در انتخابات را نپذیرفته، با انتشار توییتی از جمع شدن حامیانش در واشنگتن دی سی استقبال کرد و از طریق هلیکوپتر پیش از سفر به نیویورک به دیدن شرکت کنندگان رفت. تظاهرات روز شنبه هواداران رئیس جمهوری آمریکا اما با تاریک شدن هوا به خشونت کشیده شد. اعضای گروه دست راستی موسوم به پسران مغرور که گروهی مردانه و طرفدار دونالد ترامپ است، در واشنگتن دی سی با گروه‌های چپگرای مخالف آقای ترامپ درگیر شدند. در دیگر شهرهای آمریکا هم درگیری و خشونت‌هایی میان هواداران و مخالفان دونالد ترامپ صورت گرفت. تاکنون تلاش‌های تیم حقوقی رئیس جمهوری آمریکا برای چالش کشیدن سلامت انتخابات ماه گذشته به سرانجامی نرسیده و روز جمعه هم دیوان عالی ایالات متحده یکی دیگر از شکایات برای تغییر نتیجه انتخابات را رد کرد. وزیر دادگستری ایالت تگزاس در حمایت از دونالد ترامپ در شکایتی به دیوان عالی آمریکا گفته بود به دلیل تغییراتی که 4 ایالت میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و جورجیا در قانون انتخابات خود دادند، باید نتایج انتخابات در این ایالت‌ها رد شود. جو بایدن موفق شده در این 4 ایالت کلیدی دونالد ترامپ را شکست دهد. دیوان عالی آمریکا در رأی کوتاهی اعلام کرد که ایالت تگزاس حق قانونی برای شکایت از این 4 ایالت را ندارد. رأیی که با واکنش آقای ترامپ همراه شد. علاقه دیوان عالی به مسئله بزرگترین تقلب انتخاباتی در تاریخ آمریکا 0 بود. تنها چیزی که آنها به آن علاقه نشان دادند ایستادگی است و این باعث می شود ارائه شکایت به دادگاه برای رئیس جمهوری بسیار سخت باشد. 2 هفته پیش هم ویلیام بار، دادستان کل آمریکا که عضو کابینه آقای ترامپ است، اعلام کرد که هیچ گونه مدرکی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات این کشور وجود ندارد. رد شکایت حامیان دونالد ترامپ از سوی بالاترین نهاد قضایی آمریکا حالا راه را برای رأی‌گیری اعضای کالج انتخاباتی این کشور هموار کرده است. هرچند مردم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند، اما این اعضای کالج انتخاباتی هستند که رسماً رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند. قرار است فردا دوشنبه اعضای کالج انتخاباتی ایالت‌های آمریکا برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور جمع شوند. این افراد معمولاً بر اساس رأی‌های مردمی در ایالت‌های خود رأی می‌دهند و انتظار می‌رود جو بایدن از سوی مجمع کالج انتخاباتی رسماً به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب و به نمایندگان کنگره معرفی شود. موضوعی که می‌تواند مهر پایانی بر یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.